بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان همشهری. در خدمت آقای ناصر ابو شریف هستیم، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران، و آماده هستیم تا با ایشون گفتگویی داشته باشیم پیرامون آخرین تحولات غزه. رهبر انقلاب سخنرانی بسیار مهمی را انجام دادن و میشه گفت درش محورهای بسیار مهمی هم مطرح کردند. یکی از محورهای مطرح شده بسیار مهم از سمت ایشون بحث دست داشتن مستقیم آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی هست. میخوام بدونم که نظر شما در این باره چیه و میشه گفت چی اصلا شما و نیروهای مقاومت فلسطین در این باره اطلاعات مستقیمی هم به دست آوردن یا نه؟ حضور الولایات المتحده الامریکیه، اگر حمایت آمریکا نبود رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی بود، اما آمریکا به عنوان حامی بزرگ رژیم صهیونیستی اومد وارد صحنه شد تا این رژیم ازم نپاشه. همچنین غرب تمام در واقع توانمندی های خودشو بسیج کرده برای حمایت از رژیم صهیونیستی. الان رزمناوها و ناوهای هواپیمابر آمریکایی به طرف مدیترانه حرکت کردند. آمریکا 2000 نفر از نیروهاش رو اعزام کرده به منطقه برای شرکت در هر نوع حمله زمینی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه. همچنین کمک‌های مالی و تسلیحاتی بسیار گسترده آمریکا به رژیم صهیونیستی کاملا مشخص هستش. البته خب این مسئله طبیعی هستش، چرا که رژیم صهیونیستی خودش بخشی از پروژه غربی و پایگاه پیشرو غرب در منطقه خاورمیانه هستش. اما به رغم تمام این قتلی که داره اتفاق میفته علیه مردم فلسطین، ما به یاری خداوند متعال ایستاده ایم در برابر رژیم صهیونیستی. این نبرد فرق داره با نبردهای غربی قبلی، مطمئنا گسترش پیدا خواهد کرد و در نهایت به ضرر منافع رژیم صهیونیستی و غرب تمام خواهد شد. آقای ابو شریف، یکی دیگه از صحبت‌های بسیار مهم و مطرح شده رهبر انقلاب در مورد محاکمه رژیم صهیونیستی هست، اینکه بعد به طور مستقیم در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه بشه و کشورهای اسلامی هم میشه گفت پشت این قضیه وایسن. خواستم بدونم که نظر شما در این باره چی است. قطاع غزه يتعرض لهجمه كما ذكرت ليست فقط اسرائيل، غزه در معرض هجوم شدید اسرائیلی قرار داره، ولی نه فقط اسرائیلی بلکه در معرض هجوم جهانی قرار داره. در واقع جنگ نرم علیه غزه به کار گرفته شدن. متاسفانه ارزش‌های اطلاع رسانه و تبلیغاتی قربانی شده و یک رسوایی به بار اومده. ارزش‌های اخلاقی و انسانی ازم فرو پاشیده و در این مسلخ ذبح شده. البته ما در این نبرد تنها نیستیم، ما بخشی از امت بزرگ اسلامی هستیم، اما متاسفانه امت اسلامی بسیار جلوشون گرفته شده به خاطر این حاکمان طاغوتی که هستن، که خب در تحت اشراف غرب و تحت اشراف آمریکا قرار دارن. اما ما امت یک امت زنده و پویا و بیدار هستیم. الان تظاهراتی داره انجام میشه به نفع نوار غزه، اما این تظاهرات ها بعد از مدتی تبدیل خواهد شد به مقاومت. حزب الله الان آماده است، مقاومت در عراق، در یمن، در سوریه همه آماده هستن، برای اینکه امت دیگه خسته شده از این همه جنایات، از جنایت رژیم صهیونیستی و از این همه حمایت‌های غربی از جلاد در برابر قربانی و در برابر مظلوم.